یک سفر رویایی که به وحشتناک‌ترین اتفاقات ختم میشه. گلاسیا سلام. امروز می‌خوام فیلم اسپیک نو ایویل یا حرف بد نزن محصول 2022 رو ببینیم که چند نفر پیشنهاد داده بودن، اونطور من ندیده بودم حقیقتاً. همین که دیدمش هم گفتم این باید 100% بیاد تو کانال. پس بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپول و کامرا صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم زن و شوهری به اسم های بیورن و لویز رو میبینیم که یه دخترم به اسم اگنس دارن و سفری به ایتالیا کردن. خیلی دارن خوش میگذرونن و اینجا وقتی که دارن تفریح میکنن، مردی به اسم پاتریک میاد سمت بیورن و ازش میخواد که کنارش روی صندلی بشینه. خب بیورن هم خیلی راحت قبول میکنه. سر میز شما میبینیم که پاتریک گلاس شرابش میبره بالا و از همه مهمونای هتل معذرت میخواد که شب قبلی خیلی مست بود و اتفاقی در همه اتاقا رو میزده. آخر شب میرسه. لویز و اگنس خوابیدن ولی بیورن خوابش نمیبره. برای همین میره دم بالکن و بیرون نگاه میکنه که یه دفعه متوجه میشه پاتریک جا وایساده و بهش زور زده. یکم میترسه ولی همین که روشو برمیگردونه میبینه که پاتریک ناپدید شده. روز بعد رسیده. بیورن و لویز و دخترشون اگنس دارن میرن بیرون که اگنس میگه عروسکمو جا گذاشتم. اینجا میفهمه که خیلی به عروسکش وابسته است که به خاطر همین بیورن برمیگره تا پیداش کنه. اینجاست که دوباره با پاتریک و همسرش روبرو میشن. اسم همسر پاتریک هم کارینه. یه پسرم به اسم ایبل دارن که هرچی میپرسن اسم چیه جوابی نمیده. آخرم پدر مادر میگن که اسمش ایبله و یکم خجالتیه. خلاصه که این دو تا خانواده بیشتر با هم دیگه آشنا میشن و پاتریک دعوت میکنه که برای ناهار با هم دیگه برن بیرون که خب اونام قبول میکنه. اینا هم میفهمیم که بیورن، لویز و اگنس توی دانمارک زندگی میکنن در حالی که پاتریک، کارین و پسرشون ایبل توی هلندن. برای همینم هم پاتریک دعوت میکنه که حتما یه بار به خونهشون بیان و مهمون اونا بشن. دو تا چیز دیگه هم میفهمیم. اولیش این که لویز گیاخاره که خب پاتریک خیلی ازش تعریف میکنه و میگه ارادت خیلی خوبه. دومیش هم این که شغل اصلی پاتریک پزشکیه. خلاصه که روز آخر سفرم با هم دیگه میگذرونن و همه به کشور خودشون برمیگردن. همون شب اولی هم که تو خونه خودشونن بیورن یه نامه دریافت میکنه که از طرف پاتریکه و اونا رو دعوت کرده تا آخر هفته رو اونجا بگذرونن. چند روز بعدی برای بیورن و لویز خیلی عادی میگذره. به نمایشی میرن که دخترشون توش بازی کرده و با یه سری دیگه از دوستاشون هم به شام دعوت میشن. اونجا وقتی که دارن حرف میزنن دوستای دیگهشون میگن حتما برید و با پاتریک اینا رفیق بشید به خاطر اینکه خارج از شهرن و خب داشتن همچین دوستای خیلی خوبه، چون هم فرهنگای مختلفو میشناسید، هم اگه موقع مسئولتون اونوری افتاد کسی رو دارید که باهاتون باشه. برای همینم هم لویز میگه که پس حتما باید بریم باهاشون وقتو بگذرونیم. این میشه شروع سفرشون. وقتی به مقصد میرسن پاتریک و همسرش کارین با خوشرویی ازشون استقبال میکنن. پاتریک و بیورن میرن که یه آبجویی بزنن. از اون طرفم کارین میاد که اتاق بچه‌شون رو به لویز و اگنس نشون بده. بعدم میگه که جای اگنس رو زمین انداختن و میبینن که همچنان ایبل اصلا صحبتی نمیکنه. اگنس یکم ناراحت میشه چون باید رو زمین بخوابه و مادرش هم میگه اب نداره، حالا بذار آخر شب در موردش فکری میکنیم. شب میرسه، وقتی که دارن غذا درست میکنن پاتریک به لویز گیر میده که یه تیکه از گوشتی که درست کردم بخوره. لویز میگه بابا من گیاهخوارم نمیتونم، اما به اصرار این مرد آخر قبول میکنه و میگه خیلی هم خوشمزه است. بعد شام هم بیورن میگه من آشغالا رو میبرم دم در. از این فرصت هم استفاده میکنه تا یکم بیشتر با خونه این خانواده آشنا شه که میفهمه یه انباری هم پشت خونهشون داره. وقتی میخواد برگرده یه دفعه میبینه که ایبل پشت سرش وایساده و خیلی میترسه، مخصوصا که وقتی این پسر یه دفعه دهنشو باز میکنه و میبینیم که اصلا زبون نداره. یکم دیگه هم میگذره و دوباره این خانواده دارن با هم صحبت میکنن که بیورن به زبون نداشتن پسر این خانواده یعنی ایبل اشاره میکنه. پاتریک هم توضیح میده پسرمون از زمان تولد این مشکل رو داشتش. حالا لویز با نگرانی پرسه یعنی مدام داره درد میکشه که کارین میگه نه، اون اصلا متوجه درد خاصی نمیشه، فقط نمیتونه خوب حرفای خودش رو ما بفهمونه. موقع خواب میرسه و چون اگنس هم از اون پسر میترسه هم نمیتونه رو زمین بخوابه، میاره کنار پدر مادر شب میگذرونه. روز بعدی هر دو خانواده با هم میرن تا یکی از قسمت‌های زیبای هلند رو ببینن که یه آسیاب بادی هم وسطشه. یه سرسره هم داره که اگنس رفته بالاش و پدر مادرش میگه این پسر ایبل تکون نمیخوره، نمیتونم از سرسره استفاده کنم. یه رفعه پدر ایبل و همون پاتریک میاد سمتش و با عصبانیت دعواش میکنه و فریاد میزنه که ارجاد بلند شو، چیزی که خیلی باعث نگرانی لویز و همسرش بیورن میشه. و حتی که وقتی برمیگردن خونه لویز به بیورن میگه که من دیگه نمیتونم اینجا بمونم، اما بیورن اصرار میکنه که زشته، فقط یه روز از سفرمون مونده، بذارین یه روزم کنارشون بگذرونیم. آخرش هم برنامه شام تو رستوران رو ریختن که وقتی میخوام برن لویز و بیورن میفهمن بچه‌ها قراره همراهشون بیان به خاطر اینکه پاتریک پرستار استخدام کرده تا امشب مراقب بچه‌ها باشه. لویز هم خیلی نگرانه، اما وقتی که میفهمه همسر زیاد نگران نیست همراهشون میره. شام خیلی خوبی هم شروع میکنن، اما وسطش بحثی شکل میگیره. لویز دوباره گیاهخوار بودن خودش صحبت میکنه و این بار پاتریک بهش میتوپه، میگه که اگه تو گیاهخواری پس چرا ماهی میخوری؟ مگه ماهی جزء محیط زیست نیستن و مگه خوردن اونا آسیبی بهش نمیرسونه؟ که خب لویز هم سکوت میکنه و جوابی نداره.
بعدم با همگی شروع به رقصیدن میکنن. منتها رقص پاتریک و کارین یه مقدار جنسی میشه که مشخصه بیورن هم خیلی معذب شده. موقع پرداخت غذا هم پاتریک خودش رو به مسی میزنه و یه جوری تظاهر میکنه که آخر بیورن مجبور میشه پرداخت کامل رو انجام بده. حالا تو راه برگشت به خونن پاتریک یه موسیقی با صدای خیلی بلند میذاره و شروع میکنه به رانندگی خیلی وحشیوار به خاطر مس بودنش، به حدی که لوئیس سرش داد میزنه و میگه آروم باش. همسر پاتریک و همون کارن هم موسیقی رو قطع میکنه و به همسرش میگه آره واقعا خیلی داری وحشیانه رانندگی میکنی. اما پاتریک دوباره ضبط رو روشن میکنه و به همون شکل ادامه میده. بالاخره میرسن خونه و میفهمن اگنس و ایبل هم خوابشون برده. لوئیس میره که دوش بگیره و اینجاست که یه چیز عجیب میفهمه. پاتریک بدون در زدن میاد تو و شروع میکنه به مسواک زدن که خب یکم نگرانش میکنه. بعدم میره روی تخت و کم کم با بیورن شروع به رابطه میکنن. رابطه‌ای که خیلی بالا میگیره و وقتی که اگنس لفظی بیدار میشه و در میزنه چون ترسیده، اونا جوابشون نمیدن تا اگنس برگرده و سر جای خودش بخوابه و رابطهشون رو ادامه میدن. این وسط یه لحظه متوجه میشیم پاتریک داره اونا رو دید میزنه. بعد تموم شدنش لوئیس میره بیرون تا به اگنس سر بزنه که میفهمه کنار پاتریک و کارین روی تخت خوابیده. پاتریک و کارین که کاملا برهنن. سری دخترش اگنس رو بلند میکنه و به اتاق میاد و بعد بیدار کردن بیورن میگه باید همین الان از اینجا بریم، من دیگه نمیتونم با این خانواده تحمل کنم. بیورن هم وقتی میفهمه چی شده قبول میکنه و لوازمشون رو جمع میکنه. بعدم بدون اینکه چیزی به پاتریک و کارین بگن سوار ماشین میشن و حرکت میکنن. کمی از خونه دور میشن که یه دفعه اگنس میگه عروسکمو فکر کنم جا گذاشتم. بیورن هم میزنه بغل و همه لوازمو میگره و متوجه میشه آره واقعا جا گذاشتنش. دوباره میگه که اب ندارید نورات میخرم و حرکت میکنن، اما اگنس میزنه زیر گریه و ساکت نمیشه. بعدی که بیورن دیگه عصبانی میشه و دور میزنه تا برگرده و عروسکو برداره. وقتی میرسن هم بیورن میره که تنهایی تو خونه رو بگرده و این وسط اگنس میفهمه که عروسکش رو آورده و زیر صندلی افتاده. خیلی خوشحاله. لوئیس هم میره داخل که به همسرش خبر بده و میفهمه که پاتریک بیدار شده و داره باهاش صحبت میکنه. پاتریک خیلی ناراحته و میپرسه برای چی دارید میرید، مگه چی کار کردیم؟ بیورن هم میگه که یه سری اتفاقا اینجا افتاده که واقعا ما رو ناراحت کرده، برای همینم هم نمیتونیم بمونیم. انقدر پاتریک گیر میده که بگی چی شده. در آخر لوئیس شروع به صحبت میکنه، میگه تو مدام داری منو به خاطر گیاهخواریم اذیت میکنه یا به زور مجبورم میکنه که گوشت بخورم. رانندگی دیشبتم خیلی افتضاح بود و مدام داری رفتارهای عجیب خودت نشون میدی. همسر پاتریک و همون کارن هم میگه من واقعا معذرت میخوام، نمیدونستم انقدر برود موقعتون رفته و قول میدم دیگه تکرار نشه. لوئیس هنوز قانع نشده میگه شب قبلم دیدم که با چه وضعی دخترم کنارتون خوابونده بودید. کارین هم میگه که دختر داشت گریه میکرد، تو خودت چرا نیومدی دنبالش، اصلا کجا بودی؟ لوئیس جوابی نداره و پاتریک میگه فقط یه روز دیگه اینجا بمونید، قول میدم بهترین روز زندگیتون بشه، که خب در آخرم قبول میکنه. دیگه هوا روشن شد و لوئیس و کارین میرن که یکم به باغچه برسن و از اون طرفم بیورن و پاتریک میرن که خرید بکنن. وسط راه یکم رابطهشون با هم صمیمیت‌تر میشه. در مورد موسیقی صحبت میکنن. از این میگن که وقتی پدر شدن چقدر مجبور شدن هدفهاشون رو کنار بذارن، دیگه نمیتونن به زندگی خودشون بچسبن و خلاصه خیلی بحثشون بالا میگیره. پاتریک میگه من یه راه بلدم که میتونه جفتمون رو آروم بکنه. کنار دشتی وامیسته و دوتایی بالای تپه میرن. پاتریک از ته دلش فریاد میکشه و میگه اینجا هیچکی صداتو نمیشنوه، میتونی هر چقدر عقده و عصبانیت داری خالی کنی. بیورن اول خجالت میکشه اما به اصرار پاتریک از ته دلش فریاد میزنه و واقعا هم آروم میشه. دیگه خیلی با هم رفیق شدن و وقتی برمیگردن هم توی استخر آبجو میخورن. موقع نهار میرسه و اگنس میاد، پدر و مادرش میگه من با ایبل یه رقص تمرین کردم، میشه براتون اجرا کنیمش؟ که اگنس هم میگه بذارید بعد نهار. بعدم به دخترش میگه که میز نهار رو بچینه. این وسط انگشت لوئیس هم با چاقو میبره. سری از پاتریک میخوان که چون دکتر بیاد و خوبش بکنه و حالا اعتراف کنه که اصلا دکتر نیست. بار اولی که همو دیدن هول کرده بود و میخواست ازش خوششون بیاد، برای همینم هم دروغ گفته که دکتره. این رو مخ بیورن میرو میپرسه پس کار واقعی چیه؟ که پاتریک هم میگه من اصلا کار نمیکنم. دوباره این زن و شوهر دو به شک شدن که نباید اینجا میموندن و سر میز نهار میبینن که کارین هی داره به اگنس میگه که این کارو بکن اون کارو نکن، اینطوری میزو بچین، اینطوری غذا بخور، که در آخر لوئیس عصبانی میشه و داد میزنه دختر منه، من باید بهش این چیزا رو یاد بدم، پس لطفاً دخالتی نکن. بعد نهارم اگنس و ایبل میان که رقصشون رو نشون بدن. یه دفعه پاتریک عصبانی میشه چون پسرش درست نمیرقصه و سرش داد میزنه که چرا اینطوری میکنی. انقدر تحقیرش میکنه و فریاد میکشه که آخر لوئیس دخالت میکنه و میگه بس کن حالا مگه چی شده. اما بازم این اتفاق میفته و انقدر ادامه پیدا میکنه که اگنس آخر دیگه رقصش کنار میذاره و ایبل هم میزنه زیر گریه. اما همچنان پاتریک آهنگ گذاشته و میگه باید برقصید، پاشید. بیورن هم عصبانی میشه و ضبط و خاموش میکنه و به همسرش میگه پاشو بریم دیگه نمیخوام اینجا بمونیم. پاتریک سعی میکنه خودشون دفاع کنه و میگه
میگه ما هم مثل شما ایم، ما روش تربیت خودمون رو داریم، پس شما نباید دخالت بکنید. اما بیورن میگه باید با پسرتون درست برخورد کنید، باید حامیش باشید، نه اینکه انقدر تحقیرش کنی و فریاد بزنید. بحث انقدر بالا میگیره که لوئیز از خونه میزنه بیرون و بیورن هم میره دنبالش و میگه نگران نباش، فردا دیگه از اینجا کلا میریم. قبل خوابم که بیورن میره دستشویی تا مسواک بزنه، میبینه یه رفیق پاتریک میاد داخل، دستشویی میکنه و بدون هیچ حرفی میره بیرون، انگار نه انگار که بیورن اونجاست. وقتی هم که میخوام بخوابن صدای فریاد کشیدن پاتریک و دعواش با پسرش ایبل میاد. انقدر دعوا بالا میگیره که گرفه میندازه دنبال ایبل و بعدم صدای شکستن کلی لوازم شنیده میشه. بیورن دیگه نگران میشه و اتاق میزنه بیرون و میبینه که صدا داره از همون انباری پشت خونه میاد. برای همینم هم کنجکاو میشه و میره طرفش و درو باز میکنه که چیز وحشتناکی میبینه. توی این انباری پر از دوربین های مختلف و کلی لوازم که برای آدم های دیگه است. از اون طرف هم کلی عکس به در و دیوار چسبیده که خانواده های مختلفی رو نشون میده که همشون هم یه پسر یا دختر دارن. تو همه عکس ها خانواده پاتریک کنار اونان، ولی هر سری یه دختر یا پسر دیگر به عنوان بچه خودشون نگه داشتن. کسی که توی عکس قبلی بچه خانواده قبلی بوده، یعنی مدام میان این دختر پسر رو میدزدن، زبونش رو میبرن و به عنوان بچه خودشون نگه میدارن. از عکس قبلی هم میفهمه که ایبل پسر خانواده قبلی بوده. صدای داد و فریادی از طرف استخر میاد و میره اون سمتی که خوشیش میزنه. میبینه که ایبل افتاده توی آب، نفس نمیکشه و جونش رو از دست داده. با سرعت میاد سمت همسرش رو بیدارش میکنه و میگه سری اگنس رو بردار، باید اینجا فرار کنی. ولی اصلا توضیح نمیده که چی شده و چه چیزهایی دیده. میزنن به جاده و وسط راه بیور متوجه میشه که یه ماشین با سرعت داره میاد طرفشون. از جایی هم که سرعت ماشین خودشون کمه، مجبور میشه بزنه تو خاکی تا گمشون کنه. منتها این کار باعث میشه ماشینشون گیر بکنه و خب دیگه راهی برای فرار ندارن. بیور متوجه یه خونه اون نزدیکی میشه و پیاده میشه بلکه کمکی بیاره، ولی همین که برمیگرده میبینه دیگه خبری از همسرش و اگنس نیست. شروع به فریاد کشیدن میکنه و عروسک اگنس هم بغلش گرفته که یه رفیق ماشین پاتریکو میبینه که به سمتشون میاد. دختر و همسرش هم اون تو هم. لوئیز میگه که من دیدم هیچ کس نیست ماشین اونو درست کنه، برای همینم زنگ زدم به پاتریکو ازش کمک خواستم که بیاد اینجا. اونم خیلی زود خودش رو رسوند. بیورن خیلی وحشت زده شده و از نگاه به پاتریک خیلی میترسه. پاتریک هم پیاده میشه و میاد سمت بیورن. بیورن التماس میکنه که لطفا زن و بچه‌مو ول کن، کارشون نداشته باش، و پاتریک میگه که اگه ساکت باشی و هر کاری میگم انجام بدی، مطمئن باش هیچ کسی آسیب نمیبینه و همه چیز تموم میشه. در آخر هم بیورن سوار ماشین میشه و کنار پاتریک میشینه. همچنان همسرش لوئیز و دخترشون اگنس هیچ خبری ندارن که چه اتفاقهایی افتاده. برای همینم هم لوئیز میپرسه که پسرتون ایبل خونه تنهاست، خطرناکه، و کاری میگه نگران نباش، به پرستار بچه زنگ زدیم که بیاد. بعد مدتی هم پاتریک میزنه بغل چون دستشویی داره و وقتی که پیاده میشه بیورن میبینه سویچ همچنان سر جاش و موقعیت مناسبی برای فراره. اما انقدر ترسیده از این خانواده که هیچ کاری انجام نمیده و پاتریک برمیگرده و باز راهو ادامه میده. این بار یکم راه طولانی شده و لوئیز میفهمه که جای کار میلنگه. دخترش اگنس هم میگه میترسم، که یه رفیق پاتریک داد میزنه خفش رو هیچی نگو. لوئیز بهش برمیخوره، اما هم که میاد اعتراض کنه همسرش بیورن میگه خواهش میکنم هیچ چیزی نگو. جلو تر که میرن لوئیز عصبانی میشه و داد میزنه ما رو داری کجا میبری، چرا انقدر راه طولانی شده؟ و پاتریک هم سرش داد میزنه خفش رو گفتم هیچی نگو. بیورن بهش برمیخوره و سر مرد داد میزنه و پاتریک هم با مش میکوبه توی دهنش. جلو تر میرن و بالاخره یه جا متوقف میشن و میبینه که اون پرستاری که قبلا میومد تا از بچه ها مراقبت کنه هم جلوشون وایساده. لوئیز خیلی ترسیده و دخترش رو در آغوش میگیره و کاریم بهش میگه که دخترتو ول کن بذار بیاد بغل من. و میبینیم که یه قیچی هم دست خودش گرفت. یه رفعه پرستار در باز میکنه، لوئیز رو به زور نگه میداره و پاتریک هم میفته به جون بیورن و تا میخوره کتکش میزنه. این وسط میبینیم که کارین روانی دختر یعنی اگنس رو بغلش میگیره و با قیچی زبون اونو میبره. بعدم پرستار اگنس رو بغل میکنه و اونجا دور میشه و پاتریک هم پاشو میذاره رو گاز و از اونجا میره. لوئیز از ته دلش گریه میکنه و فریاد میزنه و بیورن فقط خشکی سر و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. بعد مدتی توی جای خاکی وامیستن. هر چهار نفر پیاده میشن و به دستور پاتریک و کارین این زن و شوهر لباساشون رو در میارن. بیورن پاتریک میپرسه چرا این کارو میکنی و پاتریک هم میگه چون خودتون دارید بهم این اجازه رو میدید. وقتی که لباساشون رو در میارن، پاتریک و کارین از زمین کلی سنگ به دست میگیرن و سمت اینا پرت میکنن. انقدر این کارو ادامه میدن تا خونریزی جونشون رو از دست بدن. سکانس آخر فیلم پاتریک و کارین رو تو ماشینی میبینیم که اگنس صندلی عقب نشسته و داره به بیرون نگاه میکنه و اینجاست که فیلم
به پایان میرسه. اگر کانال من رو دنبال کرده باشید، بعد از فیلم‌های مثل فانی گیمز که با هم کاورشون کردیم، فهمیدید که سینمای اروپا خیلی با هالیوود فرق داره. سینمای اروپا هیچ پرده‌ای جلو شما نمیذاره، بدون هیچ سانسوری میخواد حرف خودشو بزنه و کلا محدودیتی توش وجود نداره. برای همینم نه تنها بیش از حد بعضی از فیلماش بی‌رحمانه میشن، بلکه خیلی از حرفای سیاسی و اجتماعی مهم واسش میزنه. مثل همین فیلم اسپیک نوویل رو اصلا نباید سطحی نگاه بکنیم، چون همه جاهاش، مخصوصا اون آخرش، اون دیالوگی که پاتریک به بیورن میگه، خیلی حرف مهمی پشتش داره. قطعا موقع دیدن فیلم لجتون میگیره، میگی چرا یارو اینطوری کرد، چرا برای عروسک برگشتش، چرا اصلا فلان کارها رو انجام نداد، و خیلی میره رو موقعتون. مخصوصا اون آخر فیلم که پاتریک و کاری میان با سنگ این زن و شوهر رو میزنن، یعنی حتی اسلحه هم ندارن. آقا چرا نمیجنگی باهاش، چرا مقابله نمیکنی، چرا همش ساکتی؟ این دقیقا به همون دیالوگ آخر پاتریک برمیگره، میگه چون تو بهم اجازهشو میدی. فیلم دقیقا حرفش همینه، میخواد بگه که جامعه هایی هستن که میان زبون یه سری ها رو میبرن، نمیذارن که خودشون دفاع بکنن، اصلا نمیذارن عضو از جامعه باشن و فقط مدام اونو تحقیر و سرکوب میکننش. اما مقصر اصلی اون جامعه ای که همچی کاری انجام میده نیست، مقصر اصلی پدر و مادر اونایی هستن که نمیان حرف بزنن، نمیان اعتراض در مورد این زمینه بکنن، و همین هم هستش که باعث میشه اونا به نتیجه خودشون برسن. همون حرف پاتریک، چون تو بهم اجازهشو میدی. تصور کن تو یکی از این مرحله، چه اون موقعی که تو ماشین سوار شده بودن، چه اون موقعی که پاتریک داشت به بیورن زور میگفت، تو همه اینا اگه فقط یکیشون حرف مخالف میزد، شروع به مبارزه میکرد، یا مثلا اون لوئیس وقتی که دید دخترش همچین بلایی سرش اومد، فقط تو ماشین میزنه زیر گریه و میگه چرا این کارو کردی؟ آقا یکم از خودت دفاع نشون بده، یکم با کاریم بجنگ، بگو چرا همچی کاری انجام دادی و زیر کتک لهش کن اصلا. اگر این کارو میکرد، شاید اصلا جریان به همچین جاهایی نمیرسید. خلاصه که میاد تو قالب فیلم یه موضوع خیلی مهم به ما یاد میده، اینکه قرار نیست همیشه سکوت بکنی. یه وقتی ممکنه اطرافیانت بخوان لهت کنن، بخوان نابودت بکنن، حواست باشه که از کی داری حرف شنوی میکنی. شاید این قضیه اصلا تو خانواده خودت پیش بیاد، از پدر و مادرت سرچشمه گرفته باشه. اما اگر تو در قبال حق خودت، فرزندت، همسرت نجنگی و زبون باز نکنی، در آخر بدترین برای سر خودت میاد، نه اونا. امیدوارم که حرفمو رسونده باشم، چون به نظرم خیلی موضوع مهمیه و کم بهش پرداخته شده توی سینما، تو قالب خیلی قشنگ و دردناک هم نشون داده میشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گیلسی.